قروت یکی از خوشمزه ترین فرارده های لبنی در بامیان است که بانوان بامیانی آن را از ماست و چکه مواشی تهیه می کنند. این محصول خوشمزه بر رویش خاص محلی و سنتی تولید می گردد که زنان پس از چند مرحله جوشاندن شیر مواشی چکه نیمه جامد آن را با دست شکل داده و داخل سبد خشک می کنند. ورک مایا کده بزن مایا مشد مشک میزنی خرود گاو خرود مال اون پخش یک جای میکنید موتر سوا سوا نمکنید از گوز از گوزپن از نتگاو اون پخش صافش یک جای کش میکنید گرم میکنید مزکش رو بخ میکنید وقت اون بخش رو قروت میکنید. 7 کیلو قروت علا اکنون در بازار بامیان مبلغ 1700 افغانی به فروش میرسد. خانم هایی که مصروف تهیه قروت و جمع‌آوری محصولات لبنی حیواناتن میگویند که از حدود 30 رس گوسفند 20 سیر قروت علا در یک سال به دست می آورند. بسیاری از زنان روستایی در بامیان از طریق دامپروری و تولید لبنیات به خصوص قروت مصارف روزمره زندگیشان را تامین می کنند. خانه اونم کتا چیز میشه اگر کاوش بگیری و راه کالا بگیری اگر داد مرد بگیری دیگه اون خوبه دیگه. این محصول محلی یکی از تحفه های با ارزش برای سایر ولایات نیز است و اکثریت سیاحان داخلی که به بامیان سفر می کنند برای دوستان و اعضای فامیلشان قروت تحفه می برند. بانوان در بامیان از قروت چندین نوع غذای محلی نیز تهیه می کنند که مشهورترین این غذاها کیچر قروت و قروتی یاد می شوند. فروشنده های قروت در بامیان خواستار همکاری های دولت شده می گویند که در صورت حمایت دولت این محصول می تواند سبب رشد اقتصادی زنان در خانواده گردد. بسیار زیاد میشه دیگه مالدادی زیاد میشه مالدادی زیاد رشد میکنه دیگه زنا زیاد کارش بالا میره دیگه این قروت تولد میکنه زیادتر در کارش زمین دیگه کار میکنه دیگه خیلی فایده ها میده زنا. بانوان بامیانی سه نوع قروت از شیر گاو، بوز و گوسفند تولید می کنند که قروت گوسفند بهترین نوعی آن شناخته شده است. همچنین دکتران توصیه کردند که قروت حاوی ویتامین دی بوده و باعث افزایش جذب کلسیم در بدن شده و از ابتلا به سرطان روده کلان نیز جلوگیری می کند. ظفر بامیانی، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، بامیان.